ای خالق هستی، قلوب ما را از توهم خارج نما. درود بر همه خوبان و عزیزان دل. کلیپی رو خدمتتون ارائه میدم از سری از سلسله کلیپ های آموزشی راجع به سنگ های شاخص. معمولا در طبیعت به جهت طبیعی جلوه دادن محیط توسط معمار زمان و کارگروهی که برای بارگذاری دفینه انتخاب میشد، بهترین راه بارگذاری دوستان گرامی طبیعی جلوه دادن محیط هست که هیچگاه هیچ شخصی نتونه مکان بارگذاری رو تشخیص بده. لذا اشتباهات بسیار بسیار زیادی هست در این خصوص. یکی از اونها تفسیر عکس هست که متاسفانه به هیچ عنوان علمی نیست و یک کلاهبرداری هست. برای چی؟ برای پر کردن جیب خودشون. لذا دوستان گرامی، ما بایستی در ابتدا مکان نامی رو بشناسیم و سپس سنگ های شاخص رو به نوعی اطلاعات اولیه در رابطه با سنگ های شاخص داشته باشیم تا بتونیم این سنگ ها رو تشخیص بدیم که این سنگ کاربردش چی هست؟ آیا این سنگ کاربردش برای دفینه گذاری هست؟ برای معدن هست؟ به جهت قلمرو هست؟ به نوعی نشان از یک محیط سکونتگاهی داره؟ نشان از غار داره؟ نشان از اشکوف داره؟ و و و همه اینها دوستان گرامی مستلزم این هست که ما یک آگاهی اولیه در رابطه با شناخت سنگ های شاخص رو داشته باشیم. پس لایک و سابسکرایب یادتون نره تا بریم سراغ تک تک سنگ ها. دوستانی گرامی، اولین موردی که بنده یادداشت کردم و تقدیم و حضورتون میکنم سنگ هایی هست در محیط جنگلی. ما در محیط جنگلی سنگ های خاصی رو داریم و این سنگ های خاص بستگی داره، یا این سنگ ها روایت دارن، یا این سنگ ها رنگی هستن، و یا سنگ هایی هستن که حاصل تراش دست انسان بر روی اونها مشهوده. با توجه به این که مکان جنگلی هست، پس شما اگر سنگ شاخصی رو در یک محیط جنگلی دیدید، این سنگ شاخص مکان بارگذاری نزدیک به این سنگ شاخص هست، مکان دور نمیتونه باشه. چرا؟ چون سنگ شاخص ما اگر این قسمت باشه، پوشش گیاهی در مکان جنگلی بسیار زیاده، لذا بارگذاری در پیرامون سنگ شاخص در محیط جنگلی نزدیک همون سنگ هست و در مکان دورتری نمیتونه باشه. پس به واسطه بارندگی زیاد، رطوبت زیاد و پوشش گیاهی دوستانی گرامی در محیط جنگلی در نزدیکی سنگ شاخص بارگذاری رو انجام میدادن که این یکی از مواردی هست که دوستان ما در شمال کشور یا در مناطق جنگلی بایستی این مهم رو مد نظر قرار بدن. ما دوستان عزیز سنگی رو داریم که تراش روی اون کاملا مشهوده و خدمتون عرض بشه که سنگ هایی که میبینیم و روی اون سنگ ها یک تراشی هست، این تراش سنگ یعنی چی؟ ببینید،
نیاکان ما درسته که کار اداری نداشتن و سر صبح نمی رفتن اداره و از اداره بر نمی گشتن، اما انقدر هم بیکار نبودن که بشینن یک سنگی رو از روی بیکاری تراش بدن و هر تراشی روی سنگ مستلزم صرف هفته ها و ماه ها وقته. پس تراش روی سنگ یعنی چی؟ یعنی اینکه اون تراش به ما داره یک سری مواردی رو تذکر میده که اون موارد رو ما بایستی با شناخت اون تراش ها مد نظر قرار بدیم. پس هر تراشی روی سنگ دوستان گرامی نشانه یک سری از اون مواردی هست که معمار زمان میخواسته یک کاری رو انجام بده اما با تراش. لذا پردازش ذهنی خودمون رو با تراش اون سنگ و تخصص معمار ما نبایستی بیایم به نوعی ممزوج بکنیم و مخلوط بکنیم و هر چیزی که در ذهن ما هست اون رو مد نظر قرار بدیم. چرا؟ این ممکن نیست، برای اینکه مهم تبحر و تخصص اون معمار زمان بوده. معمار زمان هر چیزی که در ذهن خودش داشته طبق اون اصول و قواعدی که داشته یک سری تراش هایی رو بر روی سنگ ها ایجاد میکرده برای یک سری علائم، برای یک سری قواعد، تا اون قواعد و اون علائم به نوعی راهگشا باشه برای افرادی که قرار بوده مجدداً اون مکان بارگذاری شده رو باز بکنن. پس ما دوستان گرامی افکارمون و پردازش ذهنیمون رو در این سری موارد، در این موارد تراش سنگ نبایستی ممزوج بکنیم. خدمتون عرض بشه که وقتی سنگی که تک باشه و اون سنگ تک تراشیده باشه و اون تراش دست انسان باشه نه فرسایش، اگر زیر اون سنگ‌های ریزی باشه یا دور اون سنگ دوستان گرامی دورچین باشه به صورت سنگچین مربوط به یک قبر یا قبرستان در زیر همون سنگ یا در پیرامون اون سنگه، باز هم دوستان گرامی اینجا بهترین وسیله‌ای که میشه اون هدف و نقطه نهایی رو به دست آورد باز هم دازین میتونه باشه. معمولا سنگ های شاخص دوستان گرامی عرض کردم کاربرد های بسیار زیادی دارن. چند نمونه رو عرض میکنم: شاخص سکونتگاه، شاخص قلمرو، شاخص قلمرو نظامی، شاخص تختگاه، شاخص مقبره، شاخص پلمب، شاخص قار، شاخص راه، شاخص قلعه، شاخص قربانگاه، شاخص مکان زیارتگاهی، معابد، شاخص چشمه و سایر موارد. همه اینها دوستان گرامی سنگ‌های شاخص خاصی رو دارن و از بین همه اینها تمیز دادنش شاخص بار و دفینه مطمئنن کار بسیار بسیار سخت و دشواری هست. بایستی تمامی این شاخص ها رو بدونید. تا این شاخص ها رو دوستان عزیز ندونید و درک نکنید مطمئنن برای رسیدن به شاخص های دیگه با مشکلات عدیده روبرو هستید. یکی از اون شاخص هایی که عرض کردم شاخص قلمرو بود. شاخص قلمرو دوستان گرامی سنگ شاخص در کنار راه مالرو میاد یا در کنار راه های قدیمی میاد. ما سنگی رو داریم اگر یک حالت تراشی رو داشته باشن
سنگی رو داریم به این حالت یک تراشی رو داشته باشن، حالت سایبان داشته باشه. سنگی که حالت سایبان داشته باشه دوستان گرامی، این خودش یک معنا و مفهومی داره. معنا و مفهوم سنگ سایباندار یعنی در اون نزدیکی قاری هست یا یک اشکفتی هست. اشکفت همون درزها و شکافهای درون کوه رو میگن، اشکفت میگن و یا اشکفت با توجه به گویش ها دوستان گرامی، فتحه و زمه و اینها با همدیگه شاید متفاوت باشه و کسره. خدمتون عرض بشه که سنگی که به نوعی تراش داشته باشه و قسمتی از اون سنگ تراش به صورت تخت باشه، نشان یک تختگاه هست. ببینید هر کدوم از این تراش ها پس به نوعی پیامی رو برای ما دارند. پس سنگی که در کنار اون یک حالت صافی رو، یک حالت تختی رو تراشیده باشن، نشان تختگاه هست. سنگ شاخص روی بلندی در یک مکان بلندی که پایین اون یک راه مال رو باشه، شاخص وجود یک راه میتونه باشه. سنگ ها دوستان گرامی و اشکال سنگ ها هر کدومشون علائم قراردادی دارن، مثل همین علائمی که ما در کنار جاده ها میبینیم و هر کدوم از اون علائم متفاوت هست. در زمان باستان هم مثل الان که ما به این علائم راهنمایی و رانندگی حالا کمی وارد هستیم و میدونیم که این علامت یعنی سبقت ممنوع، این علامت یعنی دست انداز، این علامت یعنی فلان، در باستان هم هر کدوم از این علائم قراردادی رو افراد به نوعی اطلاع داشتن و میدونستن که این سنگ ها یعنی چی. سنگ ایستاده دوستان گرامی که بعد از چند کیلومتر یا چند صد متر دوباره اون سنگ ایستاده تکرار بشه، باز هم نشان شاخص راه هست. سنگ در کوهستان در منطقه صعب العبور، جلوی اون سنگ یک راه وجود داشته باشه، اون سنگ شاخص به نوعی شاخص و حریم قلعه است. من امروز چند نمونه از سنگ‌های شاخص رو در کانال اینستاگرام کالج باستانی دوستان گرامی استوری کردم و سعی میکنم این مورد رو تکرار بکنم تا این سنگ‌های شاخص دوستان گرامی برای شما کاملا مشخص باشه و به محض اینکه این سنگ‌های شاخص رو مشاهده فرمودید پی ببرید که این سنگ شاخص چی هست. کانال آدرس کانال اینستاگرام ما کافیه شما فارسی تایپ بفرمایید کالج باستانی، یا در گوگل تایپ بفرمایید رضا ابراهیمی باستانشناس، آدرس کانال اینستاگرام بنده بالا میاد و میتونید از اونجا کانال اینستاگرام رو پیدا بکنید و استوری ها رو دوستان گرامی از دست ندید. استوری ها اکثرا حالا یک در میون معمولا به نوعی عکس های آموزشی و مطالب آموزشی تقدیم حضورتون میشه. خدمتون عرض بشه که در رابطه با سنگ شاخص، سنگ شاخص در محیط کوهستانی به صورت سنگ ایستاده و خوشتراش، اون خوشتراشی که یک رخ رو برای ما تداعی بکنه و مردم اکثرا به این سنگ های خوشتراش که شبیه رخ هستن بهش میگن رخ نگهبان یا سنگ نگهبان. چنین سنگ دوستان گرامی اشاره به وجود غار داره یا اشاره به وجود اشکوف داره. سنگ هایی که حالت قالب مانند هستند، مثلا فرض بفرمایید شما یک قند حبه رو که به شکل
مربع مستطیل هست یا فرض بفرمایید که به شکل مکعب مستطیل هست، شما در کنار همدیگه ببینید این سنگ های قالبی دوستان گرامی به نوعی نشان از غاری داره که درون اون غار سکونتگاه بوده. پس سنگ های قالبی هر کدوم از اینها معنا و مفهومی داره و مفهوم اون غار سکونتگاهی میتونه باشه که معمولا غارهای سکونتگاهی دهانه بسیار بسیار بازی دارند و برای چی؟ برای عبور و مرور افرادی که در اونجا سکونت دارند و عبور و مرور احشامشون. لذا این غارها دوستان گرامی درهای بزرگی دارند و داخل این غارها دوستان گرامی حوضچه‌هایی هست که این وجود این حوضچه‌ها در درون غار به شما میگه که این مکان میتونه یک مکان قدرتمندی باشه، لذا بایستی مکان بررسی بشه برای بارگذاری. خدمتون عرض بشه که مورد دیگه سنگ های ایستاده هستن که سنگ های ایستاده اگر جلوی یک قلعه باشه و جلوی اون راهی باشه در خود محیط درون قلعه بایستی به دنبال یک چاه باشیم و چاه رو دوستانی گرامی به راحتی در عرض 30 ثانیه میتونید با دازینگ پیدا بکنید. چاه رو که پیدا کردید، انتهای اون چاه یک راه خروجی هست یا یک راه دررویی هست یا راه خروج اضطراری از برای فرار از قلعه برای زمانی تعبیه شده که اگر این قلعه به دست دشمن بیفته افرادی که درون اون قلعه ساکن هستند بتونن از اون چاه خودشون رو به بیرون قلعه برسونن تا اسیر دشمن نشن. و خروجی چاه دوستان گرامی راه در رو میتونه باشه که راه از بیرون بخوایم نگاه بکنیم، راه ورودی دوستان گرامی دقیقا مشرف به رودخانه های فصلی یا دائمی هست که معمولا در محدوده پرتگاه میاد و اگر دقت بکنید و این موارد رو دیده باشید اون راه دوستان گرامی 13 تا راه میشه که پیدا کردن راه اصلی بسیار بسیار سخت و دشواره. همه این راه‌ها راه‌های اصلی نیست، 12 تا راه انحرافیه. راهی هست که به نوعی دارای تله هست، دارای تله فیزیکی، تله شیمیایی یا تله سنگ غلطان و تنها راهی که میتونه درست باشه دقیقاً سمت راست اونها هست. یعنی شما 13 تا دارید وارد که شدید، راه سمت راستیتون میتونه راه اصلی باشه. این مواردی هست که دوستان در رابطه با سنگ ها تقدیم حضورتون کردم. یک سری موارد دیگه ای رو هم دارم انشالله در کلیپ های بعدی در رابطه با سنگ رستم، در رابطه با سنگ باطلاق و قلعه ها مطالب دیگه ای رو تقدیم حضورتون میکنم تا بتونم با ارائه این کلیپ ها سطح دانش شما کاوشگران تلاشگر رو ارتقا بدم. در پایان دوستان گرامی کانال متعلق به خودتون هست، لایک بفرمایید، سابسکرایب بفرمایید، کانال رو به سایر دوستانتون معرفی بفرمایید، ارسال کامنت لاتین یادتون نره و دنبال تفسیر عکس هم نباشید. امضای خدا پای تمام آرزوهاتون. رضا ابراهیمی هستم. بدرود.